لی کوچیانگ در دومین روز سفرش به دهلی نو با همتای هندی خود دیدار کرد. مقامات دوقل اقتصاد آسیا بر سر بهبود روابط سیاسی اقتصادی و تجاری به توافق رسیدند. کوچیانگ که فروردین ماه امسال به مقام نخست وزیری چین رسیده، هدف از این نخستین سفر خارجی خود را افزایش اعتماد و تقویت همکاری متقابل اعلام کرد و گفت صلح جهانی بدون همکاری استراتژیک چین و هند محقق نخواهد شد. این سفر سه روزه در حالی صورت می‌گیرد که علی‌رغم توافقنامه صلح سال 1962 مرزهای شمالی همچنان مورد مناقشه است و گهگاه با بروز حوادثی در مرز تنش‌هایی را بین دو کشور ایجاد می‌کند. از آن جمله ماه گذشته زمانی که هند چین را متهم کرد که نیروهایش از مرز مورد توافق گذشته و وارد خاک هند شده‌اند. همزمان با سفر نخست وزیر چین شماری از مخالفان او در پایتخت هند تظاهرات کردند. لی کوچیانگ در آخرین روز از سفر خود به بمبئی پایتخت اقتصادی هند خواهد رفت.